تو با دختر این زن ازدواج کرد. پولای من براش کافی نبود، الان نوبت این رسیده که از تو دزدی کنه. ازش بترس. ازش بترس. ازش بترس. دوست داشتم که خاطرات خوبی از عروسیمون داشته باشی. من به گذشته نگاه نمی کنم، وقتی باهاتم نیازی به خاطرات نیست. روز خیلی سختی داشتیم. درسته. بخواب عزیزم، بخواب، استراحت کن. شب بخیر. شب تو هم بخیر. خوابای خوب ببینی. چطور میتونم بخوابم وقتی همتون استراب دارید؟ مراد کافیه، ما خیلی خسته ایم، زود بخواب. اصلا نمیتونم صورتون مرده رو فراموش کنم. چطور میتونه یه نفر با بابا اینطوری حرف بزنه؟ دیدی بابا چطوری تو صورتش داد زد؟ بابا چرا هنوز نخوابیدی آقا داماد؟ اومدم بهتون شب بخیر بگم. مثل هر شب نه؟ آره درست مثل هر شب. سمر خانم کجاست؟ خوابیده؟ خوابید. اگه اینطوره پس زود نرو، یه خورده با همون بمون. دیر وقته، شماها بخوابید. فردا صبح همه با هم صبحانه میخوریم. همه خانواده؟ درسته. شبتون بخیر. شب بخیر. شب بخیر. دیدی مهند چقدر ناراحت شد؟ بیچاره عدنان بیکون چی میکشه؟ طفلکی عروسی زهرمارش شد، نتونست تو عروسیش خوش باشه. فیروز خانم از روز اول کاری که میخواست و انجام داد. کسی نبود این رسوایی رو جمع کنه، والا خجالت آوره. سلیمان حالا چه اتفاقی میفته؟ مگه ندیدیش؟ این زنه با همه یه اتفاقای عروسی گذاشت دنبال گوشوارش بگردن. واقعا که خیلی زشته. آره واقعا، به خدا خجالتم خوب چیزیه.
بس دیگه، لزومی نداره امروز انقدر حرف بزنید، یه خوردشو برای فردا بذارید. یالا ببینم، برید یالا بلند شید، من خیلی خوابم میاد، باید برم بخوابم. منم میرم بخوابم. یالا برید بخوابید دیگه. تو هم اینجا نمونا، زود بیا. خیلی خوب، برو برو برو. ساحل تو برو بخواب، من جمع میکنم. ممنون، راحتم کردی. شبتون بخیر. شب بخیر. تو گوشواره رو ندیدی؟ توی گوشش دیدم. چی شده؟ هیچی. نمیفهمم چرا از من میپرسی؟ فقط یه سواله. فردا دنبالش میگردیم، شاید پیداشه. مگه ماها برده فیروزه ایم؟ خدای من. خیلی خوب، دنبالش میگردیم، شاید پیداش کنیم. شب بخیر. بشین کیک بخوریم. نمیتونم، شب بخیر. نشستم هوا بخورم. بفرمید بشین. بشین. چه روزی بود. آره. ولی خیلی به حرفاش فکر کردم. به نظرم مشکل به ازدواج پسرش مربوط نمیشه. حتما یه چیز دیگه است. هر چی که باشه حق نداشت عروسی رو خراب کنه. اما مرد دل شاتیشی بود. شاید نوبت توی که ازت دزدی بکنه. هدفش چیه؟ دخترشو به پول فروخت؟ نمیدونه. پس الان راجع به صحبت نکن. یعنی بشینیم و کاری نکنیم؟ باید موضوع رو بفهمیم. لزومی نداره. نمیخوام سمر بیشتر از این اذیت بشه. ولی من نمیتونم ساکت بمونم. خواهش میکنم مهند، نمیخوام سمر رو ناراحت کنم. بس کن دیگه، اینو بفهم. فرما، فقط همینو کم داشتی. میبینی همه مردم شهر فهمیدن. این روزنامه منتشرش کرده. یکی داره میاد، فکر کنم نهاله. یالا روزنامه ها رو قایم کنیم. باش بگیرش. یالا دیگه قایمش کن. بجون قایمش کن. صبح بخیر. صبح بخیر. به هم بگو شاهزاده خوشگل کوچیکمون امروز چطوره؟ هنوز زنده است عزیزم. گشنت نیست؟ چرا گشنمه؟ بیا اینجا عزیزم، حالا برات یه صبحانه مفصل درست میکنم. بذار کمکتون کنم. نمیخواد، تو بهتر استراحت کن. کی داره میاد؟ چیزی نیست، مراده، مراد داره میاد. صبح خیلی. صبح خیلی. بس مراد، کافیه، لطفا ساکت باش. چرا همه تو میخوایی ساکتم کنی؟ چون پدرت هنوز خوابه. اینجوری هست، خیلی خوب باشه. سر و صدا نکن اینا، امروز صبح اول عروسیشونه. ولی بابا از خوابیدن خوشش نمیاد، الان بیدار میشه. چطوره تو باغچه صبحونه بخوری؟ چرا که نه. جمیله سفره رو به هم میدی؟ میخوام میزو آماده کنم.
منفجر میشم، تمام شب رو گریه کردم. عزیزم نهاد تو بالکن خوابید، همینجوری گذشت تا صبح شد. به خاطر بچه مواظب خودت باش. خیلی متاسفم، عروسیت به خاطر ما خراب شد. نه، به خاطر مامان بود. روزنامه‌های امروز رو دیدی؟ نه. بهتره نبینیشون. ولی خبرنگار نبود، چطوری فهمیدن؟ خب معلومه دیگه، حتما یکی از دوستای مامان خبر داده، چون همه عکس‌ها با موبایل گرفته شده. میبینی رسوایمون علنی شد. دخترای مالک بیک مسخره شدن. بذار فیروزه خانم به خاطر این رسوایی خوشحال شه. ما الان مجبوریم پیش مامان بمونیم. اصلا دوست ندارم، ولی راه حل دیگه ای نداریم. پول نداریم، نهادم بیکاره، باباش همه چیزو ازش گرفت. به خاطر بچه خودتو ناراحت نکن عزیزم، نذار مامان چیزی بهت بگه، منم اینجا کنارتم. دارم همین کارو میکنم عزیزم، همه چیز درست میشه، فقط یه خورده صبر کن. انشالله. باشه عزیزم، بعدن حرف میزنیم. من از اول صبح مزاحمت شدم. اونم صبح روز عروسیت. ولی من تنهام. سمر بگو، اگه بابا زنده بود این اتفاقا نمیافتاد. بابا اگه این اتفاقا رو میدید سکته میکرد، حتما اون الان راحته، چون از مامان دوره. بابا صبح بخیر عزیزم. تو کارگاه خوابیدی؟ چی شده؟ چیزی نیست. چرا تو اتاقت نخوابیدی؟ بین تو و سمر اتفاقی افتاده؟ نه. یا شاید به خاطر اتفاق دیروز با هم دعوا کردی؟ نه اصلا، گفتم یه خورده تو حیات قدم بزنم، بعد رفتم کارگاه، گفتم یه خورده مشغول بشم، بعدش خوابم برد. همین. رو صندلی خوابیده، کمره درد گرفته؟ نه من خوبم. بهشون گفتم صبحانه رو بیارن تو باغچه. خوبه. صبح بخیر. صبح بخیر، چقدر زود بیدار شدین. من همیشه زود بیدار میشم. پس یه چیز دیگه هم راجع به شما فهمیدم، کم کم همدیگر رو بیشتر میشناسیم. صبح بخیر. صبح بخیر. تو کارگاه خوابم برد. آره آره. سلام عزیزم. صبح بخیر. دارن صبحانه رو تو حیات آماده میکنم. پس اینطوریه، من خیلی گشنمه. من یه دوش میگیرم و میام. چطوری ملکه ای زیبا؟ سلام. بشیر ماشینو بیار. بشیر داره کمکم میکنه، خودت بیارش.
آه، همین کم بود که تو کارمون دخالت کنی. کجا داری میری؟ کار دارم. دیوونه. صبح خیر نهال. صبح خیر بشیر. صبح خیر سمر خانم. صبح خیر سمر خانم. خوب خوابیدی؟ من فقط تو تخت خودم خوابم میگیره. نهال، وقتی سمر خانم صدا میکنی راحت نیستم. انتظار نداشته باش بهت بگم مامان. نه عزیزم، اینطوری هم نمیخوام. خانم خیلی رسمیه، حس میکنم داره بینمون فاصله میندازه، فاصله زنمون که خیلی نیست. ولی من نمیتونم بهت بگم خواهر. چطور دوستاتو صدا میکنی؟ یعنی چی؟ اسماشونو صدا میکنم. فکر کن منم یکی از دوستاتم، منو با اسم سمر صدا کن. مگه میشه؟ نمیتونم. میشه میشه، بگو سمر. سمر سمر سمر، دیدی وقتی خانم ما برداشتیم فاصله بینمون از بین رفت؟ از الان به بعد بهترین دوستای دنیا میشیم. باشه نهال. آره درسته سمر. صبح بخیر لمیس خانم. صبح تو هم بخیر سمر خانم. میگن اولین صبحونه رو قراره کنار باغچه بخوریم. داریم آمادش میکنیم. بیا بریم ببینیم چی کار میکنن. بیا. کاشکی قبل از رفتنتون قهوه میخوردید احمد آقا. خیلی ممنونم، باید به دادگاه برسم. انشالله یه دفعه دیگه. با اجازتون. به سلامت. خداحافظ شما. موفق باشید. خداحافظ. دیگه دارین چه آشی میپزین؟ اینم از این. من از چی خبر ندارم؟ فقط دیوونه شدن تو کم داشتی. مامانت به وکیل گفت یه راه حل برامون پیدا کنه. خوب شد اومد، خیلی چیزا فهمیدیم. به خدا خیلی راحتمون کرد. تهدیدای حل میبک همش مفت در اومد. نمیتونه هیچ کاری بکنه، نمیتونه نهادو از ارث محروم کنه یا اونو پسرش ندونه. این کار از لحاظ قانونی خیلی مشکله. نهاد میتونه از حقش به عنوان پسر اون دفاع کنه. باید به خاطر عاقبت پسرش بجنگه، حالا هرچی که میخواد بشه. زود باشین، نظرتون چیه قهوه بخوریم؟ شاید دوست داشته باشی با قهوه روزنامه هم بخونیم. ها؟ چرا؟ اینا رو بگیر، مواظب باشی. ها شاهیجه، کشوها پرن، باید وسایلش رو کم کنیم. خب من عادت دارم همه چیز رو دم دست بذارم. ولی اینطوری شلوغه، اگه مرتبشون کنی کار راحت تره. باشه، اگه وقت داشتم مرتبشون میکنم. آه بابام اومد. آه برو صبحانت رو بخور. باشه، مواظب لباست باش. نمیخوام برم. لمیس خانوم، لیست خریدار رو برام بنویس تا برم. باشه، آمادشون میکنم. اول بیا با هم صبونه بخوریم، بعد لیستو برای آقا سلیمون می نویسم. خب هر جور دوست داری. هیچ فرصتی رو از دست نمیده. اگه می نوشتیشون الان می رفتم می خریدم، اینطوری الان دیرم می شه. از الان به بعد از سمر خانم لیست خریدار رو بپرس. اینطوری براتون بهتره. چی بگم والا؟ چی شده؟ چیزی نیست. اینا رو بگیر. نمیدونم چرا امروز گشنمه. چون دیروز هیچی نخوردی.
تو راحتی؟ آره راحتم. مهندت نیومد؟ نه رفت. کجا رفتش؟ به هم نگفت، گفت کار داره. عجیبه، مهند اول صبح رفته سر کار. عجیبه، انگار عوض شده. با صبحانه به همون چای میدید؟ الان سهیلا میاردش. از اول صبح میخندن، انگار اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده. پس میخوای گریه کنن؟ خب میخوان فراموش کنن دیگه. تو ازشون دفاع کن، حالا بعدن میبینیم. تو میدونی که چرا روزنامه هم چیزایی چاپ میکنن، اما از پشت بهم خنجر زدی و اون زمین رو فروختی. ولی زمین مال منه. که اینطور؟ ولی اگه یواشکی این کار نمی کردی زمین رو از دست نمی دادی. اما مهم نیست، اگه روزنامه نگاره بیان ازم بپرسن من همه چیزو میگم. چی میخوای بهشون بگی؟ میخوای بهشون بگی هنوز فامیل نشدی؟ میخوای بگی من با همسر و پسرم مثل کارمندای شرکتم رفتار میکنم؟ بعد از 34 سال زندگی هیچ ارزشی واسط ندارم. الان وقت مسخره کردن نیست، داریم راجع به 1,000,000 لیر حرف میزنیم، نه 30 قرون. ببخشید خانم، یه مهمون دارید. کیه؟ مهند اغلو هستم. عدنان بک داره به حرفای من فکر میکنه؟ نه، عموم نمیدونه که من اومدم اینجا. نمیخوامم که بدونه. اومدم که علت رسوایی دیروز ازتون بپرسم. بفرمایید. میبخشین که بدون دعوت اومدم. حلمیم بدون دعوت رفت عروسی، مشکلی نیست. من شما ها رو تنها میذارم. خب لطفاً برام تعریف بکنید. من از سفر رفتن خوشم نمیاد. دیروز اومدم تا بهتون خبر بدم این خانواده خطرناکتر از اونیه که فکرشو بکنی. بهشون میگن خانواده مالک بک، کلاه بردارن، اونا یه باندن، سردستشون هم فیروزه است. اونا پسر من آتیش زدن، الانم نوبت عدنان بکه. آخه یه روزنامه نگارم اونجا نبود، نمیدونم کی این عکسو گرفته. وا، این حرفا چیه؟ حتما یه روزنامه نگار تو شلوغی عکسو گرفته. ولی این عکس حرفه‌ای نیست، این عکس موبایله، حتما یکی از این مهمونا گرفتتش. نه عزیزم، این حرفا منطقی نیست. ببینم مگه میشه یه عکس تو همه یه روزنامه ها منتشر شده باشه. وای به خدا ناراحت شدم. ولی من راجع به این موضوع برات از دوستان میپرسم، ببینم کی عکسو فرستاده. باشه، اگه فهمیدی خبرم کن. باشه عزیزم، خیالت راحت. تا نفهمم کی این کارو کرده آروم نمیشم. تو که منو میشناسی. فعلا خداحافظ. میدونم دروغ میگه، اگه حدسم درست نباشه فیروزه نیستم. مردم حرفای روزنامه ها رو فراموش میکنن، ولی ماها چطور فراموش کنیم؟ مامان باید به ما بگی که بس دیگه. گوشواره ی الماسم اونجا گم شد، نمیدونم چرا اینطوری شدیم، چه بلایی داره سرمون میاد. به مستخدم عدنان بک زنگ زدی؟ زنگ زدم، میگم پیداش نکردن، همه باغچه رو گشتم ولی نبود. کسی که پیداش کرده تو جیبش گذاشته. آی خدای من، با طلا فروش حرف بزن، بهش بگو میام پیشش. باشه خانم. اول واسه سمر. خیلی ممنون عزیزم، برای تخم مرغ با سبزیجات درست کردم، نظرت چی؟ دست درد نکنه، واقعا عالیه. بابا نخواستم واسه تو چربیش زیاد بشه. دست درد نکنه، بچم که بود اینقدر با محبت بود. من بچه بودم لکنت داشتم، پیش 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 حرف میزدم و میخندیدن. بشیر اینطوری بود، حتی بین دندوناش فاصله بود، حرفاش خیلی عجیب و غریب بود. تفلک بشیر، اون قرمز شد.
نوشه جونتون. ممنون. دیدید خجالت کشید. حرفا درسته بشیر؟ همیشه باهات شوخی میکنن بشیر. نیبی نداره. من دوست ندارم اذیتش کنم. آخه اون خیلی خوبه. نوشه جونتون. ممنون. تشکر. اونا با هم بزرگ شدن و بشیر تا بزرگ شدن تحملشون کرد. من تا وقتی بزرگ شدم اسباب بازی به جز بشیر نداشتم. رو بنویس. من نمیخوام اذیتش کنم اما شورشو در آورده. چی شده دخترم؟ دیگه میخوام خونه رو سرشون خراب کنم. هی آروم باش آروم باش. نه حال داره عصبی میکنه، داره بینمون فاصله میندازه. بیا اینجا بشیر. اونو اصلا منو نمیبینن. ما دوتا با هم دیگه بزرگ شدیم. دارم از دوتاشون متنفر میشم. دختر پاک دیوونه شده. وایسا وایسا بهش فشار نیار، واضحه داره به نهال حسودی میکنه. نمیدونم چه شده، قبلا اینطوری نبود. خیلی نگرانشم. بزرگ شه عاقل میشه. سلیمان آقا چشماتو وا کن، این دختره دیگه بچه نیست، به سن ازدواج رسیده. به نظرم وقتشه که براش یه خواستگار مناسب پیدا کنیم. فکر کنم به صلاحش باشه که ازدواج کنه. قول بده که بهش فکر میکنی. چی شده؟ چیزی نیست. مثل مال عمو سلیمان درست کردیش. ممنونم. شاید چون فلفلشو زیاد نکردم اینطوری. لمیز خانوم با ما نیست، از اول صبح صداشو نشنیدیم. داشتم به یه موضوع قدیمی فکر میکردم. امروز درس دارید؟ نه بابا، بذار تو ماه عسل بمونیم. مراد بابا سمر تو ماه عسلن نمون. اینجوری که نمیشه. یعنی صدای پیانو رو بعد از صبحونه نمیشنویم؟ دوست داری واسط بزنم؟ آره دوست دارم. بذار فقط نهال بزنه، من میخوام امروز به انگشتم استراحت بدم. عزیزم اونا میخوان پیانو بشنون نه پارازیت. بذار به خانواده خوش بگذره. خوش میگذره. بشیر روزنامه ها رو برام بیار. رو چشم. امروز روزنامه نخونیم بهتره. عدنان میخوام بدونم چی نوشتن. خوب رفتار کردی پسرم، خودتو از بیسان خلاص کردی. مواظب عمود باش، الان اون نمیتونه منطقی فکر کنه، هنوز تو حال هوای عروسیه. نهادم همینطور. خداحافظ. برای عمود همه چیزا راجع به این زنه بگو. این زنه و دختراش پول آدم ها تا قرون آخر میدوزدن. اینطوری تو اولین کسی هستی که ضرر میکنی. بهت گفته باشم. چیزی رو که گفتی شنیدم، به عمومم میرسونمش، ولی معنیشی نیست که حرفای تو رو پذیرفتم. باور نکن، ولی فردا پس فردا میگین که حلمی بک گفت. چشماتون رو وا کنین.
اینجا چه کار میکنی مهند؟ داشتم علت دعوای دیروز رو میفهمیدم. بابا با من حرف بزن. تو دیگه پسر من نیستی. دیگه نه من نه تو. برو گم شو. هلمی نمیشه اینطوری رفتار کنی. ازت خواهش میکنم. بذار باهات حرف بزنم. یه میلیون برام بیار بعد حرف میزنم. نهاد. اروا بهت گفتم دخالت نکن. برو تو. من بیستانو دوست دارم. من این کارو کردم که از دستش ندم. اونا رو تا قرون آخر بهت برمیگردونم. ماشینو هم بذار اینجا بمونه. اون ماشین تا نیست، مال شرکته. نهاد بیا بالا. من فقط دعواش کردم، برای مصلحت خودش بود. فردای روزگار خواهی دید که پشیمون برمیگرده. میدونی چقدر این گوشواره رو دوست داشتم؟ میتونی عینشو درست کنی؟ آره که میتونیم درست کنیم، ولی منظورت اینه که نمیشه؟ چرا میشه، نگران نباشین، ولی یه مقدار خب نکنه قبل از شروع پیش پرداخت میخوای؟ اصلا قضیه پول نیست، یه حساب کوچیک با هم داریم فیروزه خانم، گفتم یادتون بندازم. فراموشش نکردم. ولی من به خاطر فروش جواهراتتون آگهی زدم که شما رو میشناخ اگه من نبودم. همه کسایی که طلاهامو دیدن مشتریتون شدن. میدونید که من کاری کردم که این همه مشتری داشته باشین. میدونم، اما شرکت داره بهمون فشار میاره. حالا نذارید خیلی حرف بزنم. یه بار شده بهت پول ندم؟ دخترم سمر ازدواج کرده، حتما پیشت میاد، خیلی چیزا باید بخره. همونطور که میدونی دخترم با عدنان بک ازدواج کرده. شنیدم، انشالله مبارک باشه. گفتم یادت بندازم که ناراحتم نکنی. یا برم پیش یه طلا فروش دیگه؟ هر وقت گوشوارم آماده شد خبرم کن. رو چشمم خانم. Thank you.
والا باورم نمیشه. رسوایی بزرگیه. مجله ها و روزنامه ها راجبم حرف زدن. چند لحظه پیش دیدم. تو خودتو سرزنش نکن. فردا تکسی به خبر رو اعلام میکنن. حتما این کارو میکنم. هر طور شده باید این خبر تکسیب بشه. خیلی خوبه. من که نفهمیدم علت این مشکل چیه. فیروزه خانم چه نظری داره؟ اون مرد دلش پره و نمیدونه چی کار کنه. رابطهش با پسرش خراب شده. اومدن توی عروسی منو با هم دعوا کردن. خدا کنه موضوع فقط همین باشه. تو مزرعی؟ نه هنوز بر نگشتم. امروز یه مهمونی دعوتم ولی دارم فکر میکنم شاید بهتر باشه نرم، چون اونجا همه ازم میپرسن چه اتفاقی افتاده. منم نمیدونم چی جوابشونو بدم. این اولین باریه که یه همچین مشکلی برام پیش اومده. درسته. خیلی خوب، بعدن با هم حرف میزنیم. به سمر سلام برسون. حتما. ممنونم. خواهش میکنم، فراموشش کن. محمد بیگ، چه عجب از این طرفا؟ امروز همه ازم همینو میپرسن. وقتی از خونمون داشت میمد بیرون دیدمش. رفتی خونشون چی کار کنی؟ عدنان بیگ تو رو فرستاده؟ ببینم حرفای اون مردو باور کردی؟ فیروزه خانم، یه خورده آروم باشید. رفتم باش حرف بزنم، گفتم نظرش راجع به این موضوع بدونم. یعنی تنهایی میخواستی بدونی؟ موضوعی که به خانواده من مربوط میشه به منم ربط داره. به نظرم خودتو وارد این موضوع نکن مهند بک، خیلی ضرر میکنی. ببخشید متوجه نشدم. بذار واضح ترش کنم. سمر الان به طور رسمی زن عدنان بکه و عدنان بک تحمل نداره کسی سمر رو ناراحت کنه. اون همه ی آدمای مزاحمو دور میکنه. مواظب خودت باش. این موضوع خیلی بزرگ شده مهند، بیشتر از این بهش اهمیت ندیم. نظر چیه آلبوم عکس رو ببینیم؟ باشه میبینیم. اگه بخواید اونا رو ببینید، شنیدن صدای پیانو رو از دست میدی. من عکس دیدن رو دوست دارم. یه وقت از عکسای بچگیم شروع نکنید. از عکسای مامان و بابا شروع میکنیم. اولین عکساشون. مامانت خانم خیلی قشنگیه. عدنان اولین روز اومدنم به این خونه عکسشو نشونم داد. واقعا؟ اینجا تعطیلات رفته بودیم اسکی. خیلی قشنگه نه؟ آره خیلی قشنگه. عمو کجاست؟ تو دفترش. ببینید چجوری مثل هیولا ترسناکه؟ نه خوشگله.
الان نوبت عکساته. عکسای بچگی تو میبینی؟ نه نه نه، شوخی میکردم، شوخی میکردم. بذار عوضش کنیم و به اسم خودم و خانوادم بذاریمش. درسته. آره. آره. آره فهمیدم. باشه. لمیز خانم، عکسای خواهرم که توش دندونای زشتش در اومده کو، تو رو خدا بذار ببینیمش. با اجازتون. کجا؟ دیدی گفتم از عکسا خسته میشه. میام فقط یه دقیقه. کجا رفت؟ مراد نرو، بذار راحت باشه. چی میخوای بهم بگی جمیله؟ میخوام بهت میگم ولی میشنوم، بگو. مراد لطفاً میخوام با سمر خانم حرف بزنم. آهان، پس خصوصیه. جمیله چی شده؟ بگو. میخواستم اینو بهتون بدم. این چیه؟ این گوشواره فیروزه خانومه؟ فکر کنم خودش باشه. خودت به همون گفتی دنبالش بگردیم. ببینم. خیلی قشنگه. کجا بود؟ من پیداش نکردم. بشیر پیداش کرد. خیلی خوبه. خیلی وقت پیداش کرده، اما قایمش کرده بود. من اونو پیداش کردم و منتظر شدم که بیاد بهتون بده، اما اون نیومد. یعنی داری میگی بشیر دزدیدتش؟ بشیر همچین کاری نمیکنه. نه حال مراد وایسا. چی شده مهند؟ باید یه خورده حرف بزنی. تو دروغگویی جمیله، دروغگویی. چی شده؟ نمیدونم. مهند، مهند، میفهمی چی داری میگی؟ آروم باش، بذار ببینیم جریان از چه قراره. بهتره خوب گوشتو وا کنی. بشیر همچین کاری نمیکنه. شاید من اشتباه فهمیدم. پس قبل از مطمئن شدنت به مردم تهمت نزن. نهال چه خبر شده؟ جمیله چرت میگه. داره به بشیر تهمت دزدی گوشواره الماس فیروزه خانومو میزنه. بهش بگو دروغه بشیر، بهش بگو. بشیر، درسته، تو باغچه پیداش کردم. من ورش داشتم. قایمش کردم تا به فیروزه خانم بدمش. میخواستم انعام بگیرم. کاش که همون لحظه بهش میدادی تا راجبت اشتباه فکر نکنم. کار زشتی کردی، تو به بشیر تهمت زدی. این یه گوشواره خیلی قدیمیه که از الماس ساخته شده.
چیزی تو دنیا نیست که جلوی سعادت و خوشبختی افرادی این خونه رو بگیره. حتما یه سوء تفاهم بوده، ولی نباید هم دیگر رو به خاطر همچین چیزایی ناراحت کنیم. فهمیدی جمیله؟ نمیخواییم کسی ناراحت بشه، مخصوصا تو بشیر. یعنی اون قلابی نبود؟ نه عزیزم، اصل بود. ازت ممنونم. خواهش میکنم. محمد، تو میخواستی یه چیزی بهم بگی؟ ولش کن، بعدم راجبش حرف میزنیم. باشه، تا آماده شدن نهار تو اتاقم هستم. خیلی خوب، میخوام یه خورده با جمیله حرف بزن. آره باهاش حرف بزن، نمیدونم چرا اینطوری کرد. نه بهتره الان بهش فشار نیاری، بذاری یه خورده استراحت کنیم بعد این کارو بکن. باشه، موافقم. خب بچه ها، آلبوم ها رو برگردونید سر جاش. من چیزیو که دیدم گفتم. اینجوری نگام نکن، تو گوشواره رو قایم کردی. فقط خدا میدونه کی گوشواره رو قایم کرده. آدم نمیتونه به خودش دروغ بگه جمیله. چت شده؟ تو حالا کجا بودی؟ همینجا. به من نگاه کن، به نظر بشیرم حالش خوب نیست، ببینم چیزی شده. چیزی نیست مامان. اوف. امروز دل نهال به دست آوردی. میدونم خیلی بشیر رو دوست داره. بشیر ممکن نیست این کارو بکنه، مخصوصا به خاطر انعام. جمیله خیلی رو بشیر حساسه، اونقدر که خطر حرفای امروزش رو حس نکرده. اون عاشقه. از کجا اینو فهمیدی؟ از چشاش. فکر کنم بهش رو نمیده، به خاطر همین عذاب میکشه. چه دقتی. فراموش نکن من دختر فیروزه خانمم، من تو دروغ زندگی کردم. مگه همچین چیزی هم میشه؟ تو خونه ای بزرگ شدیم که انگار مادر نداشتیم، نصف سه تا خواهر زندگی میکردیم، انگار بابا فقط سه تا دختر داشت، ولی مامان بین ما عزیزترین بود. وقتی بچه بودم ازم میپرسیدن کیو بیشتر دوست داری، مامان تو یا بابات؟ منم میگفتم بابا. میدونم مامانم باعث رسوایی دیروز بود. سامر، میخوام خیلی دوستم داشته باشی عدنان. دوست دارم همونطور که بهت اطمینان دارم بهم اطمینان کنی. میخوام یه خانواده باشیم. هر لحظه یه زندگیمو میخوام با تو تقسیم کنم. همیشه کنارت، هر دقیقه بیشتر از قبل دوستت دارم. هر ثانیه عشقم نسبت به تو بیشتر میشه. خیلی دوستم داشته باش. خیلی. بچه ها برای شما منتظرمونن. میدونم. تو شلوغی دیروز فراموش کردم بهت بدم. خیلی قشنگه. نه به قشنگی تو. Thank you.
آه مهند برگ، همه یه شیشه یه از رو خالی کردی رو خودت. من که همسر خوشگلی مثل شما ندارم، به خاطر همینم به همچین عطرایی نیاز دارم. خواهش میکنم. زنمو چقدر این لباس بهتون میاد؟ خیلی ممنون. همگی شب خوش. شب خوش. شب بخیر. بذارشون اونجا. عزیزم هر دوتون خیلی خوشگلی. متشکرم. این اولین شام دست جمعیمونه. همش میخواییم همین حرفا رو بزنیم. اولین صبونه، اولین نهار. شوخی کردم. شروع کنید. گردن بندت خیلی قشنگه. ممنونم. بهترین مرد دنیا به هم هدیهش داد. تو خریدی بابا؟ سلیقت خیلی خوبه. ممنونم بابا. نتونستم تصمیم بگیرم، برای همین کمک خواستم. اما تو از اول تصمیمتو گرفته بودی. چرا من خبر ندارم؟ نظر مهند رو پرسیدین، نظر منو نپرسیدین. شاید میتونستم کمکتون کنم. تقصیر منه، من اشتباه کردم. خیلی تصادفی شد. باور کن خیلی تصادفی با عموم رفتم. ناراحت نشو، از هیچ دفعه دیگه تو باش برم. حرفش درسته. نوشه جونتون. ممنون شهیره، غذا خیلی خوشمزه است. جمیله کجاست؟ یه خورده خسته بود، زود خوابیده، چیزی نیست. انشالله خوب میشه. انشالله. ببخشید، میخوام برم بشیر رو ببینم. از ظهر از اتاقش بیرون نیومده. الان داریم شام میخوریم نهال. الان میام بابا، معذرت میخوام. راستیمو نمیخواین برین سفر؟ ما حسل؟ قرار گذاشتیم بعد از شروع مدرسه‌تون بریم. چون شماها خونه اید فعلا صبر میکنیم. آه که اینطور. نهال چرا اومدی اینجا؟ اگه پدرت ببینه از پای غذا بلند شدی ناراحت میشه. باشه وقتی بشیر رو ببینم میرم، از ظهر ندیدمش. کجا بودی؟ همینجا. داری درس میخونی؟ آفرین بشیر. ببینم چرا هنوز تو همی؟ میدونم خیلی از جمیل ناراحتی، منم همینطور. چیز مهمی نبود. هیچکی باور نکرد تو گوشواره رو قایم کردی، چه برسه به این که واسه دادن شهنامم میخواستی. تو جوون خوبی هستی. نه حال این کار نکن. پس جمیل ناراحتی چرا سر من خالی میکنی؟ جمیله حتما حرفمونو شنیده. نمیخوای بری شام بخوری؟ از اینجا نمیرم تا به هم بگی دقیقاً چی شده. خواهش میکنم نهال، من دارم درس میخونم. تا آروم نشی نمیرم. امروز صبح نهاد رو دیدم، خیلی ناراحته. منم با بیستان حرف زدم، خیلی ناراحته، همش عذرخواهی میکنه. گناه اون چیه؟ بهم گفت تو خونه فیروز خانم میشینه. آره همینطوره. میگه حلمی بک نهاد و بیصلاحیت کرد و از شرکت اخراجش کرد. الان میخواد چی کار کنه؟ نمیدونم، به یه چیزی فکر میکنه. اینطوری نمیشه، بذار فردا باهاش حرف میزنم. توی یکی از شرکت ها بهش کار میدم، جوونه با تجربه ایه. آره ممکنه، اون تو کارش خیلی وارده.
فهمیدم که اوضاع شرکت جدید اون سر و سامون داده. درسته. بذار برای ما کار کنه. مخندم که امسال وقت نداره و نمیخواد فارغ التحصیل بشه. تا زمانی که نهال مراد بزرگ بشن یکی از آشناهامون میاد اینجا تا مدیریت یکی از شرکتامون رو به عهده بگیره. خیلی مواظب باش، چون اینطوری این تویی که ضرر میکنی. اینطوری درس بزرگی به هلمی بک میدم. نهاد واقعا پسر کاریه، از دست دادنش ضرر بزرگیه. اینطوری شرکت منم تضمین میشه. خیلی ممنون عزیزم. سمر الان به طور رسمی زن عدنان بکه و عدنان بک تحمل نداره کسی سمر رو ناراحت کنه. اون همه آدمای مزاحم رو دور میکنه. مواظب خودت باش. اگه دوست داری فردا باهاش حرف میزنم. ممنونت میشم. بابت غذا ممنون. معمولا بیشتر میخوردی؟ یه دفعه اشتهام کور شد. با اجازتون. کجا میری؟ امروز همه چشونه. بشیرم با هم حرف نمیزنه. اون همه ی آدم های مزاحم رو دور میکنه. خیلی مواظب باش، چون اینطوری این تویی که ضرر میکنی. این تویی که ضرر میکنی. مواظب خودت باش. مواظب خودت باش. فکر کنم مهند از حرفم ناراحت شده. چی بهش گفتید؟ باهاش شوخی کردم، گفتم امسال نمیخواد فارغ التحصیل بشه. از همچین حرفایی ناراحت نمیشد. اون قبلا اینطوری نبود. میرم از دلش در بیارم. حق نداره از بابا ناراحت بشه. خیلی وقت سال دوم دانشگاه. این موضوع خیلی حساسه. خب نمیشه اینجوری در موردش گفت. مهند داشتم شوخی میکردم، از دستم ناراحت شدی؟ امروز با هلمی بک صحبت کردم. باید گفتم دخالت نکن. ولی علت مشکل رو فهمیدم. منم خندیدم، حتما ازم ناراحت شده. امکان نداره اون از همچین چیزی ناراحت نمیشه. شاید قرارش رو با یه دختر فراموش کرده بود. باور کن. میرم ببینمش. به خاطر نهاد شبمون رو خراب کردیم. سمر بشین، الان خودشون میاد. بذار راحت باشه، بهتره بره باهاش حرف بزنه. 1,000,000 لیره امو تو چک نگرفت، نذاش بیسان تعهدنامه ازدواجو امضا بکنه و به خاطر پول بود که راضی به انجام این کار شد. حرف مرده درسته، فیروزه خانم دخترشو فروخته. آوازه به حرف زدنت باش. ناراحت نشین، این واقعیت داره. بنده خدا دروغ نگفته، دقیقاً حرفی رو زده که اتفاق افتاده. فیروزه خانم به دختراش به عنوان یه سرمایه نگاه میکنه. مهند مواظب باش چی داری میگی، وگرنه پشیمون میشی. بهتره شما هم چشماتون رو بیشتر وا کنید. این ازدواج خیلی سریع اتفاق افتاد. دیگه نمیخوام صداتو بشنوم، خجالت داره. معذرت میخوام، ولی من اصلا برام مهم نیست به چی فکر میکنی. من سمر رو قانع کردم که با هم ازدواج کنه، میفهمی؟ من زندگی فیروزم به من هیچ ربطی نداره. من فقط سمر رو دوست دارم، دیگه چی برام مهم نیستش. منم دقیقا همین فکر رو میکنم. حرف مردم برای مهم نیست. با عدنان ازدواج کردم چون دوستش دارم. خودتو برای این موضوع ناراحت نکن.
ناراحت نیستم چون این حرفو از دهن مهند شنیدم، برعکس میبخشمش. هر کی یه طرز فکری داره. اینو گفتم چون خوب میشناسمت و اگه بخوای به زندگی ما از یه دیدگاه بد نگاه کنی، حتما طرز فکرت همین میمونه مهند بگ. چیزی رو که شنیده بودم گفتم، همین. یعنی میخوای بگی من به خاطر پول با هات نون بک ازدواج کردم؟ تو داری اشتباه میکنی، مواظب باش، حد تو بدون. من نمیبخشمت. من معذرت میخوام، دوست نداشتم این حرفا رو از زبون کسی بشنوم. لازم نیست بابت این موضوع معذرت خواهی کنی، ولی باید مواظب کارامون باشیم تا اشتباه نکنیم و بعدش مجبور نشیم معذرت خواهی کنیم. نتونستین مهند رو راضی کنین؟ نه. یعنی نمیخواد بیاد پایین؟ نه. وا، این دیگه چه شده؟ نهال، خواهش میکنم بذار شاممونو بخوریم. آروم باش عزیزم. عجیب شده. بشیر و جمیله باید مشکلی که امروز پیش اومده بود رو حل کنن. لطفاً باهاشون زودتر صحبت کن. حتما این کارو میکنم. بیا بشین. من از اینجا میرم. یعنی چی؟ کجا میری؟ بشین سر جات مراد. موندن من اینجا اشتباهه. اینجوری برای همه بهتره. آه.
با اجازه. به سلامت. خدا حافظ. بابا اینجا چه خبره؟ فقط اینجا راحت نیستش، چیزی نشده؟ چرا راحت نیست؟ محمد! محمد! صبر کن! تو رو خدا نرو. باید برم. تو با بابام دعوت شده؟ آره. چرا؟ سمر خانمو ناراحت کردم. اون نمیدونه تو شوخ طبعی پسر. اشکالی نداره، مهم نیست. اول آخرش باید یه روزی از اینجا میرفتم. میخوام بدونم حق با اونه. نه حال، خواهش میکنم، دیگه کافیه. این کاری که دارم میکنم به نفع همه ماست، باور کن. میبینم بهتون. یعنی دیگه هیچ وقت نمیای اینجا با ما زندگی نمیکنی؟ آره. مهند دیوونه نشو. برم ماشینو بیارم؟ نه ممنون، اگه جایی پیدا کردم بهتون خبر میدم. برو پیش بشرا. همین کارو میکنم. پول داری؟ صبر کن برات بیارم. نه نمیخواد، لازم ندارم، همرام هست. برین تو، دارم میرم. مواظب باشین. وای از دست تو مهنده. مهند دیگه بر نمی کرده. برای چی؟ چون سمر خانم اینجوری راحت تره. وایسا. کجا برم؟ الان بهتون میگم. بشرا کجایی؟ خیلی خوب، من دارم میام همونجا. با ماشین خودت اومدی؟ باشه، چون وسایل دارم. امشب پیش تو میمونم. برو اولوس. اینجوری شاید دلمون بیشتر برای هم دیگه تنگ بشه. ولی مهند گفت که دیگه هیچ وقت اینجا نمیاد.
الان وقتش نیست، فردا در مورد این موضوع با پدرت صحبت کن. نه، من الان از بابا توضیح کامل میخوام. مهند به من بی احترامی کرد، حرمت شکوند. شماها نمیدونید که صحبتهاش چقدر منو ناراحت کرد، همینطور سمرو. مثلا چی کار کرده؟ گفتم به من و سمر بی احترامی کرد، دیگه کافیه. باید بفهمه که اشتباه کرده، ما زیادی بهش رو دادیم. بله درسته، زیادی بهش رو دادین. وقتی امروز این بی احترامی رو کرد، معلوم نیست فردا میخواد با ما چی کار کنه. خیلی خوب، دیگه این موضوع رو تمام کنید، پدرتون خیلی خسته است. هنوز نمیتونم باور کنم. خواهش میکنم. خیلی خوب، باشه. به نهاد بگو فردا بیاد، عدنان خواسته فردا بری پیشش. باشه. آفرین سمر، تمام خواسته هاشو زود برآورده میکنه. باید حتما بیاد ویلاتون، تو شرکت نمیشه؟ آره آره بیاد ویلا، میخوام تو هم باهاش بیای. باشه میام. میخوام یه خبر خوب بهت بدم، من مهندو از خونه بیرون کردم. نه نمیتونم باور کنم، راست میگی؟ حالشو جا آوردم، انتقام تو گرفتم. نهار اینجا چی کار میکنی؟ خیلی خوب باید برم، فردا میبینم ات. هیچی، دارم هوا میخورم. بابا مهنت به خاطر سمر اینجا رو ترک کرد؟ به سمر ربطی نداره. جواب بده، به خاطر سمر بود؟ در مورد کار نهاد با بیستان حرف زدم، خیلی خوشحال شد. واقعا؟ فردا میاد. چه شده؟ نمیدونم، ولی فکر میکنم به خاطر مهنت باشه. نمیخوام این موضوع رو از چشم من ببینه، زنگ بزن بذار برگرده. نه صلاح نیست. ببینم میخوای تا شروع دانشگاه پیشم بمونی؟ آره، بذار عروسیمات راحت باشن. حس کردم اگه اونجا باشم مزاحمم. خیلی عالیه، میتونیم زندگی دو نفره رو تجربه کنیم. بذار یه بارم به زندگی از یه پنجره کوچولو نگاه کنی. چی گفتی؟ هیچی. مطمئنم که پست خوبی بهت میده، سمر سفارشتو بهش کرده. زیاد مهم نیست، فقط یه جا مشغول باشم. یکم عاقل باش و خوب فکر کن.
نظر سمر فکر کنه که عدنان برات کار پیدا کرده. خودتو دست کم نگیر. نگران نباش، شما رو شرمنده نمی کنم. تو از این فرصتی که با اون میتونی در برابر پدرت وایسی استفاده کن. جایگاهتو با موفقیتی خودت بالا ببر. اینجوری هم عدنان بیک از تو بیشتر استقبال میکنه. از فرصتت استفاده کن. میدونم خیلی خسته کننده است. شما اصلا نگران نباشین. حالا میبینیم. عدنان جان، به من گفته بودی که میخوای با جمیله صحبت کنی. از روز اول شروع کرده به عمد کردن. عزیزم زشته. درست نمیگم؟ نه حال. میخواستم دوباره با شما صحبت کنم، چون وقتی یاد اتفاق اون شب میفتم از خودم میپرسم چرا این اتفاق افتاد؟ چی عوض شد که شما این کارو کردین؟ من از بچگیتون شما رو میشناسم. از دست هم ناراحت نمیشدید. خودتونم خوب میدونید که من چقدر به دروغ گفتن حساسیت دارم. اینطور نیست جمیله؟ وقتی بچه بودین تو و نهالا مجازات میکردم، ولی حالا دیگه بزرگ شدین. نمیتونم از اتفاقی که افتاده بگذرم. دروغ گفتن یه بیماریه، یه عادت خیلی بده. باید ترکش کنین. چیزی لازم ندارین؟ نه الان چیزی نمیخوام. خیلی خوب جمیله جان، میخوام حقیقت رو بدونم بدون دروغ. روی زمین دیدمش، منم برش داشتم. خبر نداشتم تا اینکه بشیر بهم گفت که گوشواره گم شده. شهیره من میرم بخوابم. شاید تو داری در حق سمر خانم ظلم میکنی، چون مهند یه جوونه، بعضی وقتا نمیفهمه چی داره میگه. خب اون باید دوباره درباره این موضوع با بابا صحبت کنم. نه حال، امروز دیگه اذیتش نکن. پدرت هیچ وقت نمیخواد مهند اینجا رو ترک کنه، پس بدون حتما یه کاری کرده که پدرت ناراحت شده. بابا ناراحت شده یا سمر؟ عدنان بیک مهند رو به خاطر سمر ناراحت نمیکنه. صداشو شنیدم که داشت با خواهرش تلفنی حرف میزد. انگار اون از خودش بود که مهند از اینجا بره. گفت مهند رو بیرون کردم و انتقام تو گرفتم. خب مشکل یه چیز دیگه است، شاید منظورش همین بود. نباید فراموش کنی که بیسان دوست دختر مهند بوده. حالا هم از هم بعدشون میاد. خیلی خوب، بیسان و مهند با هم مشکل داشتن، به سمر چه ربطی داره؟ ببینم حالا چرا اینقدر با عجله. دیگه بسته، امشب خستم. ممنونم. رمزه وارد کنید. چی شده؟ دوباره امتحان میکنم. آخ خدای من. بده ببینم. فکر کنم کارت هم خالیه. درست نشو؟ نه نه نه. آخ خب. من پرداخت میکنم. صبر کن عزیزم، امکان نداره. بده امضاش بکنم، فردا میام پرداخت میکنم. بفهمی قربان. کارت خالیه. اشکال نداره. متشکرم. خیلی خوب رفقا، بریم. شب بخیر.